چی میخوای از همه مخفی میکنی؟ من دختر بدون جهاز به خونه وقت نمیفرستم. فرما داغ داغ بزن تو یخ نکرده. بچه تو بیدارش کنم شامشو بدیم؟ همینه دیگه، مشکل همینه. میگی بچت، نمیخوای قبول کنی من یه شوهری میخوام که واسه بچم پدرم باشه. تو رو قرآن شروع نکن منجا. تو میدونی پسرت سهرابو خیلی دوست دارم. میره خواستگاری و پر رو میای به من میگی؟ دروغ میگفتم خوب بود؟ نمیرفتی خوب بود. وقت ما میستم تو روی داداش چابوش؟ نه باستا تو روی من که عقد کرده تا این بر بزنم یار گله داره، اون بر بزنم یار گله داره. چون دهن پر حرف نزن، هیچ وری گله نداره. الان دیگه کسی گله نداره؟ پس چرا محرم شدی؟ من به چابوش حق میدم، دلش میخواد برادرش با یه دختر ازدواج کنه، نه با یه زن شوهر مرده بچه دار. نه همه اینا رو قبل عقد بهت گفتم، گفتم بیا علنیش کنی، گفتم به چاوش بگو، نگفتم؟ نگفتی الان نمیخواد؟ نگفتی به وقتش؟ خب وقتش کیه؟ الانه که بردنت خواستگاری؟ چه میدونستم داداش میخواد برای من زن بگیره؟ خب الان واقعیت رو بهشون بگو، الان وقتشه دیگه. اون داره به من لطف میکنه منیجه، داره من داخل آدم حسابیا که به دلت نشسته هنی؟ معلومه نه نشسته. میگم نه دیگه نشسته. گفتم نه من اینجه. بله دیگه خونه آدم حسابی هن، من اینجه که نیستن. مسافر کشی کنه، تو خونه 40 متری زندگی کنه، اونا مثل من نیستن. من نگفتم بیا برات خونه بخرم. من نگفتم بیا برات خونه بخرم. نمیخوام بخری. تا وقتی علنیش نکردی پولتو نمیخوام، این 10 بار. ولی الان میخوام یه چیز دیگه بهت بگم، فقط یه بار میگم. بشین حنیف، تمومش کنی خواهرزن چاوشو. من تحملشو ندارم ها، همین یه بار دارم بهت میگم. اگه نه نگی دیگه نیستم. من تو خیرخیره زیر دینشم، چجوری بهش نه بگم؟ خیلی خوب، نه نگو نه منو بشنو. حنیجه من میخوامت. شما دلت دریاست آقا حنیف. آره من دلم دریاست، ولی نه اون دریایی که تو تیکش رو به من میندازی. من خر محبتم من اینجه، حیرون چاوشم واسه محبتش، نه اون زنی که فکر میکنی میخوامش خر واسه من بگیرتش. من حیرون چاوشم واسه این که به محبت داشت، مادر که نداشتم بابام هم جزغاله شد، حاج بدری هم فقط شکم و سیر میکرد لباس تنم رو به میداد، حوصله محبت کردن نداشت، شلوغ بلوغ بود، منصف بود ولی یه چیزایی رو بلد نبود. یتیم داری فقط شکم سیر کردن نیست، اش پاک کردن داره. چاوش اشکمو پاک کرد، بهم یاد داد اعتماد به نفس داشته باشم. چاوش بهم یاد داد سرمو بالا نگه دارم. چاوش پدره، چاوش مادره، چاوش برادره. من چیم؟ تو رو نمیدونم ولی خودم غلامتم. انقدر خاطرتو میخوام سنگم نزن. چون دوستت دارم و ناراحتم که تو رو در واسی رفتی خواستگاری یه زن دیگه سنگ زدنه. من حلش میکنم، من اینجا واسه حلش میکنم. الان ترین بوسه شاخ رو روانه داداش بزن من علاوه بشم.
به مرگ حنیف حلش میکنم. مال حسین آقا ها مشه. بله چک میده دیگه شد. علی سلام. خرد کوچه پالونش دستته. از دنبال کشیدن خره خسته شدم، دارم پالونش رو میکشم. آدم از نوندونیش خسته میشه. از الان خستم توکل، از الان. به گذشته که فکر میکنم خستگیم در میره. توکل قدیما یه چیز دیگه بودا. ماشینت خوب؟ فروختمش. واسه مریضی آبجی؟ نه واسه جهاز لیلا. واسه شدی؟ من همیشه راضی بودم، اما نه اینکه کشون کشون ببرنش، نذارن یه خدا بدی بابا باش بکنه، باباش یه دعای خیر واسش بخونه. نپرش کی برده که خودت میدونی. میترسی پسراجی ببینی داری با من حرف میزنی اینجا رو به آتیش بکشه؟ هنری خروس بردن مدل جدیده. شریف یه باسکولو با من شریف نصف نصف یا پیش خودم. نه ستار بفرست. ستار بفرستم که بیاد اینجا با این پسره حنیف هر روز عره بده تیشه بگیره. توکل جون بعدش هم من از کجا بیارم نصف اجاره این بساطو بدم؟ نده با بیا صدقه خور نیستم. صدقه خور رفیق نباشی صدقه خور چی میخوای باشی کریم دوستان؟ برم یه وقت دیگه بشینی به چای و حرف. فیا علی چطوری دایی؟ من اجازه دارم بهت برم. مرتضا جونم چاوش خان یه چایی بر دایی بر بیار. روشه شما چایی خودتو میخوام دو رنگ. من برگرم رو چشم الان دو رنگ. میدونی که چایی دو رنگ آورتون خانواده؟ زنم حلیمه. شما همیشه از زن خدا بیامرزت گفتی ولی از پسرت چیزی نگفتی. پسر چاروش جونم دایی من نمیام کریم روستان نفرینت بکنه آب بکشه و پیش خدا بالا پایینت بکنه. من میگم وقتی امشب قفل و زنجیر ماشینش رو دستش دیدم شستان خبردار شد که ماشینش رو فروخته، نوندونیش رو فروخته. چراشو نمیگم تا خودش بهت بگه، ولی میخوام بهت بگم اگه وقتی ساعتی ثانیه‌ای بفهمی که این همه سال کریم بوستان راست میگفته و تو خاکی،
به ثانیه نرسیده، میذارمش کوله هم تو میدون میچرخونمشو ازش حلال بودی میطلبم که چرا من رفیق به ادعا شک کردم. بعدش میام سراغ تو، دوتا چک سرهنگی میخوانم تو گوشت، چه قانون بذاره چه نذاره، دار و نداره تو کول میکنم، جلو خونه کریم پیاده میکنم. اگه من راست گفته باشم چی؟ کولت میکنم تو میدون میچرخونم و ازت حلال بودی میگیرم که چرا من به قوم خویشم شک کردم. مثل اینکه شما دوست داری کریم بوستان راست بگه. بدیالش خیلی خرابه، تو به خواب اعتقاد داری؟ نگاه کن تو رو خدا چه وضع غذا خوردنه. چرا میگی به لیلا زنگ نزنم؟ چون نمیخوام. نه خب نیومده هنوز خونه. مواظب باش نرسی. نمیخوای دیگه؟ نوشابه میخوام. نوشابه نه، بی پای ماما. میرم از بابا کریم بوستان بگیرم. بیا 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 بدرو. صدا ماشین نیومد. حتما هم قبطر بار کردم. ستار چیزی نمیگه اما لیلا خونه نیست. از آخرین باری که از میونه در و پنجره با هم حرف زدیم خیلی گذشته. میگم لیلا. بابا کریم بوستا مامان به نوشابه نمیده. خب شاید سلام نکردی که بیده. سلام امسایکم بالا جامعه ببرم بیم. سلام آقا جون. سلام بابا جان. فقط به بچه نگیم بهت نوشابه نمیدم، بگیم چرا نمیدم. گفتم بهش ضرر داره. آه پس توجه. سلام بابا جان. چطوری؟ سویچ
سلام. سلام. چایی میخوری؟ آره؟ جواب کیو بدم؟ لیلا؟ لیلا با چمدون رفت یا اونم خونه بخت حنیف بردش. لیلا رو اینجوری دیدی؟ من لیلا رو لیلا دیدم مثل همیشه بی خدافسی؟ من سوالایی رو که جوابش میدونم جواب میتونم بدم. سویچ ماشین شد جایزه خواهرت. میری پیش جواد فارسی یه تاکسی کریه میکنی منصفه، مخارج مصرفی با ماست، مخارج قطعات با اون، 50-50 به کلومش پابنده، حرفش حرف، امضام نمیخواد. یعنی بدری که حرفش حرف بود؟ من سر از دست دادن مالم به کسی توضیحی ندارم بدم، هیچکی. لیلای مأموریت بود، مأموریت دوست داشتن که بعدم دیگه حالا تموم شد و رفت و حالا ما باید بشینیم عقب خوشبختیش رو تماشا کنیم. نه اولپت خوبی که حواستون به جهازش بود؟ البته البته چک دادم به چاوش. آخه خدای بزرگ چاوشه. با شما کار داره آقا جون. بفهمی نفهمی یه خود ازت دلخورم، دنبالم نیا که دلخورتر میشم. چک چیه؟ آقا کریم بوستان نگو که بیخبری. وقتی میگم بیخبرم لابد بیخبرم دیگه. لیلا رو با چمدونش برد. میدونی چرا لیلا رفت؟ نگاه حنیف توش خط نشون بود. چی گفتن چی نگفتن من نمیدونم، اما لیلا الان باید پیش آراز باشه. حالا آراز کجاست کجا نیست اونم من نمیدونم. الان یه جا داداشم که آبجیشو با خودش ببره بعدش معذره و ازدواج و مبارک باشه ایشالله. اما این که میگی بیخبرم، بیخبرم او حالا خبر شدی؟ خبر بدیه؟ نه. خیلی خوب، شب بخیر. بعد چی زدی این چه کنه مشی آقا کریم بوستان؟ روزی برقرار شکر خدا. چکو بگیر. نه بابا آقام سر حال نیست،
چون بر تو خوب دیدمش سرحال نیست. مچلم نکن، این چکو بگیر. ماشینت کو نیست؟ ماشینت شده جهاز خونی داداش من. میگم آقام حالش خوب نیست. بابا تو رفیقشی، فامیلشی، دستتون زیر سر هم بوده. خب اوضاعت خوب نیست. اصلا ببین این چک تو تو جیب من، چک منم تو جیب تو، سفید امضا. میگی سفید امضا نه، رقم بده. میگی رقم نه، بذار من خودم مینویسم، ولی چکمو بگیر. بگی بذار این زندگی یه ذره سر و سامون بگیره. که چی بشه؟ حواس آقام به رفیقشم، اوضاع زندگیت خوب نیست. بیاین قائله رو تموم کنیم. الان دیگه من داماد دادم به تو، عروس دادی به من. اخر رقمو قبول کن، یه دستی به سر روی این زندگیت بکش. عذاب وجدان اومده سراغه؟ آواره شده آراز، انقدر حرف نکش، انقدر تیکه بار نکن، قبول کن. این همه سال دویدم دنبال حقم، حالا تو صدا خفه کن گوله در کنم، رقم بدم، یه دستی بکشم سر گوش زندگیم، از حقم بگذرم. حقم یعنی از پول بگذرم. بس دردت چیه؟ دردم ظالم، مظلوم. یه عمر درد و دعوای این دوتا چیه؟ 20 سال مچل مردم شدم چون میگن دنبال یه حق خیالی داره میدوه. رسوای عالم آدم بشم حالت خوب میشه؟ رسوای کار نکرده؟ حالا رسیدی به درد زاله. کریم بوستان بچه‌ست که حتی عروسش هم حرفشو باور نداره. بچه کریم بوستان لجبازه، بچه نه. لجباز نبود رقم میداد، این دوتا خونواده رو دور هم جمع میکرد. حقیقت اگه روشن شه، این دوتا خونواده میتونن دور هم جمع شن دوباره. من رشوه نمیگیرم پسر بدری، میخوام باور کنن همه. همه؟ همه یعنی مردم؟ نه نه نه، خونواده. خونوادتون که مثل کوه پشتتونن. بله البته مثل کوه پشتمن، چون امیدوارن حق با من باشه. داغه آره به دلم مونده. میپرسم، بگو آره. حق با منه نجاوش. چی میگو؟ همشو بگم یا اصلشو؟ نه عزیزم، اصلشو بگو.
بدری در عذاب الفت، یا از من رفاقت میخواد یا از اولادش وفا. میخوای رفاقت کنی؟ اگه رفاقت کنم باید از حق شما بگذرم. با این کارت ستار رو آتیش میزنی. ستار باورم نداره الفت که تیکه میندازه پای چای خوردن. این زنش خوبه نمیگه این من؟ نه با تو که عیدادی بیداد. بدری همشه من جلوتر بود، اون فرش داشت من گیدیم، اون تخت داشت من دوشک، اون ماشین داشت من موتور. نه اینکه با هم کورس گذاشته باشیم، کورسی باشه در بینا، نه. اما مردم خب اینا رو دیدن میگن بعد بدری کریم بوستان افتاده به مرده خوری. ای داده بیداد. کریم بوستان و مرده خوری. بله. ای بای بای. حالا میخوای چی کار کنی؟ اون موقع که ماشین مال خودتون بود خرجمون نمیرسید، الان که باید سهم شریکم بدین. خرج دو و درمون مادرت، خرج ستاره، خرج شکم. یه چیزی راجع به بابات بگم ناراحت نمیشی؟ چرا ناراحت میشم؟ مگه آرزوی یه کارگری که توی حجره کار میکنه چیه؟ گفتم ناراحت میشم. که اونم خب یه روزی برای خود ناراحت میشم. اه؟ یخچال خالیه، تای برنج انبارم در اومده، خب برای اونم ناراحت شو. چیه؟ ماشین خواستم؟ ویلا خواستم؟ میگم ستاره، میگم شکم، میگم خرج کیف و کتاب و درس ستاره. تو چرا اومدی ماما؟ سرما میخوری؟ میخوام پیش بابا باشم. برو دارم ببریم بخواب. آنی ستار، ستار توی حجره آقا چاوشه. حالا میریم تو میدون با هم را میریم، میگیم، میخندیم. Thank you.
قرآن میذاریم وسط که نه دوست از واقعیت با خبرش ندوش بید. مال مردم خورده آبرو داره؟ چک دادی نمایش را ادخیت میدونه؟ ستار خودش اومد گردن کش کرد. او حق با شماست. دست ما رو بگیر منو گرفتم. چشاش باز بود؟ انقدر باز که خاکستر کاغذ مهر آقامونو توی قندون روی میزت ببینه؟ چرا ما خوشت نمیده؟ آتا باید کن شاید چون انبار مردم آتیش میزنه. آراز مغور اومده. آراز تموم واسه من پا رو دلم میذارم که حتی یه درصدم چاوش نگه باز خاطر لیلا رفت. تنها